موجودیت اجماع ملی منطقه‌ای و جهانی در مورد صلح افغانستان. رئیس جمهور غنی میگوید در رابطه با صلح در افغانستان اجماع ملی منطقه‌ای و جهانی وجود دارد. اما براستی اجماع ملی در بحث صلح در افغانستان وجود دارد؟ اگر وجود دارد پس انتقاد جریان‌های سیاسی از راهبرد صلح حکومت افغانستان بر مبنای چیست؟ وقت رئیس جمهور از اجماع منطقه‌ای و جهانی اطمینان می‌دهد، نزدیکی روسیه و ایران با طالبان و پشتیبانی پاکستان از این گروه نشان دهنده چیست؟ براستی این همه در موجودیت یک اجماع منطقه‌ای قابل قبول هست؟ در برنامه کنونی در مورد این پرسش ها با مهمانانم در برنامه بازنگاه بحث میکنم. بیننده های عزیز، به برنامه بازنگاه با من حارث جمالزاده خوش آمدید. مهمانانم در بحث حاضر آقایان حبیب الله جانبدار، تحلیلگر مسائل سیاسی، آقای حشمت غنی احمدزی آگاه مسائل سیاسی و آقای جاوید کوهستانی آگاه مسائل نظامی. مهمانان گرامی، به بحث بسیار زیاد خوش آمدین. آقای کوهستانی، بحث با شما آغاز میکنم. پیش از اینکه روی موضوعات این که آیا واقعا اجماع ملی در افغانستان در بحث صلح وجود دارد یا نه، میخوایم در مورد آتش بس پرسان بکنم که رئیس جمهور در نشست عملا پایان آتش بس یک جانبه حکومت اعلان کردند. سود این آتش بس پس از 3 روز عید واقعا چی بود؟ به نام یاد خدای بزرگ، با عرض سلام به بیننده، مهمانان عزیز، جناب جانبدار و دوست عزیز ما، من فکر میکنم که بحث آتش بس یک جانبه یک دولت افغانستان اعلام کردن خوب از نظر کلی در میان مردم افغانستان، شاید در سطوح مختلف، اقشار مختلف، یک خوشبینی را ایجاد کرد که بتانه به نحوی یک دوری از خشونت ها پایان پیدا بکنه، زمینه گفتگوها مساعد شود و مسائلی از این قبیل پیش بره که مردم بسیار خسته هستند. عملا نشان داد که بخشی از طالبان بسیار دلگیر هستند بدون در نظر داشت اوامر رهبراشان، بزرگا و کلاناشان، آمدن به داخل شهرها و کلان شهرها وارد شدند. این نشان میداد که خوشبینی در بین اقشار مختلف مردم برای صلح و امنیت وجود داره و از جنگ بسیار خسته هستند. اما خود چگونگی نفسی از آتش بس که یک جانبه صورت گرفت توسط رئیس جمهوری افغانستان، در حالی که ما شورای عالی صلح داریم، وزارت های جنگ داریم که عملا درگیر هستند، اینا میتونن وزارت دفاع، داخله یا امنیت ملی یا مخصوصا شورای امنیت ملی اعلام آتش بس بکنه یا شورای عالی صلح به عنوان یک نهاد مشروعی که آمده وظایفی را پیش میبره تا چند سال، یک ساختار موازی مثل کابینه و پارلمان افغانستان است، این میتونست این آتش بس اعلان بکنه و چقدر که طرف قبول طرف مقابل قرار میگرفت یا نمیگرفت بحث نداشت. اما ما آتش بس از آدرس رئیس جمهور داشتیم و طرف مقابل یک آتش بس 3 روزه را از آدرس ذبیح الله مجاهد داشت که بسیار از نظر تعارف متفاوت است و اونا هم خیلی پابند شدن به همو بحثی را که داشتن و همچنان یک پای درمیانی، کسی که از قبل مذاکره کرده باشه، زمینایی برای مصالحه را فراهم ساخته باشن برای آتش بس، روی یک کاغذ عدی اقلی یک توافق صورت گرفته باشه کتبی و همچنان دستوری به قطعات وجود داشته باشه که از موازی خود بیرون نبه، این سطح ازارات ماربوی کاهش پیدا نکنم. آتش بسی است که مردم در موازی خود هستند و طرف مقابل آتش نمی کنن، رعایت می کنن، تحمل می کنن، شکایت می کنن کسی که نقص می کنه آتش بسه از این قبیل. ولی ما یک آتش بسه که ما داشتیم به نحوی از نظر عرف و گذشته هیچ گونه با یک آتش بس نمی ماند، یک نوع امسویی و امکاری و رفیقانه شد بین طالبان و قطعات مسلح ما که می تونست آسیب برسانه. هنوز هم مردم نگران است از آسیبی که می تونه از حضور طالبان، از آمدنشان در تاسیسات مهم، عکس برداری در داخل شهرها رابطه گرفتن باشند. اما آنچه را که واقعاً آقای اشرف غنی بیان می کند در این مورد، یعنی مشوره با جریان های سیاسی و اقشار مختلف جامعه صورت گرفته پیش از اعلام آتش بس؟ امروز هم جناب رئیس جمهور در صحبتاش گفت که مشوره یک چیزی است ولی تصمیم گیری یک چیز دیگه. یعنی می تونه که آدم مشوره بکنه ولی وقتی تصمیم میگیره میتونه مشوره رو نادیده بگیره. خودشان امروز صحبت داشتن. من فکر میکنم هیچ کس مخالف آتش بس، مخالف صلح در افغانستان نیست، ولی ای با یک میکانیزم باید انجام شود، یک میکانیزمی که بر قطعات ما آسیب نرسه، بر نیروهای مسلح ما آسیب نرسه، بتونن پوسته های ما، قرارگاه های ما یک فرصت تنفس داشته باشن، به تفریح بپردازن، خودشان به اصطلاح عام یک ترتیب و تنظیم یا به اصطلاح مجاهدین جمع و جور بکنن،
به این ترتیب باید باشه. یعنی در آتش بسی که از جانب حکومت اعلان شده بود مکانیزم وجود نداشت. ببینید که ما بسیار تلفات سنگین را تا دو روز قبل هم در جلریز هم در ولایت تخار که نیروهای سرحدی ما به شهادت رسیدن، در سایر ولایت ها ما بسیار تلفات سنگین داشتیم و یک نوع حالت ناموزون را در بین قطعات ما به وجود آورد. ادارات کشفی استخباراتی می آمادگی نداشتن وقتی طالبان وارد شهر ما شدن، آمدن هر جای عکس گرفتن، پرچمشون پرچم هر کس، هر سازمان، هر اداره، هر ارگان، هر سازمان نماد اقتدارش است. او را آوردن در سر پل کوتی سنگی در منظر عام مردم بلند کردن. این درست نیست. یعنی ما وقتی ما تشخیص میکنیم یک مکانیزم برای قطعات ما را نمود بتیم، هدایت بتیم، اوامر صادر بکنیم که اینا چی باید بکنن، اگر طرف کدام اقداماتی را میکنن ما چه وظایف داشته باشیم. چون این چیزی نبود، یعنی یک چیز آنی صورت گرفت، خوشبینی زیاد وجود داشت، یعنی یک آلت پوپولیستی داشت، ولی پیامدهای منفی را به نهادهای امنیتی افغانستان بیشتر داشت که میتونست تاثیرگذار باشه. انتقادات مردم در پی داشت که تا روز قبلی هم که یک از قماندانان در کابل در پارک فردوسی به شهادت رسید، مردم فکر میکنن که طالبان در اینجا پنهان هستند. تشکر آقای احمدزی. واقعا با موضوعات را که آقای کوهستانی اشاره کردن، یعنی فکر میکنین اجماع ملی که رئیس جمهور بیان میکنه واقعا دیده میشه در بحث صلح در افغانستان؟ با عرض سلام به شما و بیننده های محترمتان، نه اجازه بدین خیلی یک سه چهار دقیقه که معمیتی را بالکل از جان بورد تشریح کنم. اولی که اجماع مردمی وجود داره، اجماع ملی نه. اما رئیس جمهور هدفشان اجماع ملی بود. از اما خاطر از پیشتان چند دقیقه تقاضا. اجماع ملی به خاطر نمیه که داخل حکومت اشخاصی که باید جمع میکردن حکومت بلعکس کوشش کردن که تکه تکهش کنن. اول مثال دادم ایرو متانه پشت تا پشت و از امو خاطرم. آقای اطمر کوشش کرد که جنرال دوستم تباه کنه با استفاده از شاگر کارگر و چند تای دیگه که وقتی که جنرال صاحب دوستم بود زیر پاش میرخصیدن. باز آورد جرات در مقابل زیاجان مسعود استفاده کرد که یک شهر دیگه بین پنجشیر استفاده کنه. بعد ایشان برای رئیس جمهور و اینا همراه استاد عطا طرف شدن، همراه جمعیت طرف شدن، صلاح‌الدین فشار دادن به حدی که به کلی از صحنه چی بره، آوردن آقای حکمتیار و ایوازی که تنها مسئله صلح باشه جنگ انداختن پشتون و تاجک با حفاظت از عموم منبع، اینی دلایل است که اینجا اجماع ملی نمه. اجماع مردمی وجود دارد، هیچ شک نیست. یک نفر در افغانستان پیدا نمی کنین که در مقابل صلح این مرم. اینجا منافع چند نفر باعث از این شده که فکر میکنن این ملک قدر خرد است که هر کدام باید از بین رفته بره و منافع از فساد اداری گرفته تا جابجا کردن مختلف و قدرت و آینده و اینا مسائل است که اگه ایس جمع نشه. ببینید شما اگه افغانستان فعلی را بدون هر گروهی که فعال است، شما اگه بگین که در اینجا قشر هزاره افغانستان باید هیچ مطرح نباشه و گپ پشتر از اینا فیصله شد، من فکر میکنم امو اقلیت هزارام کافی غم جور کرده میتونه که ده سال دیگه براتون جنجال جور کنه. اگر شما میگین که نه ما فیصله را رقم میکنیم که قومی بودن هم باید مطرح نباشه، این حکومت در 16-17 سال با کلی قومی بوده، چوکیایی که داده میشه تا به امروز به حساب قومی داده شده اصلا. وقتی که عموم آمده عمیان باید سر یک میز فیصله شد. اگر فوکس از این نبرایه ما وقتی که بین خود اشخاصی که در داخل چیست بینین، امروز شما ببینین پدرام نماینده مردم بدخشان با ما بین پارلمان، دکترا هم دارن، آدم تعلیم یافته هم هست، این که مسائل حرفایش چیست یا دیگه و اینا، همون هم وقتی که به جنگ و به فحش و به اینا به داخل میکشه که کسایی که 8 سال هم در یک اتاق دیر کردن در چی. منم روز بعدیش هم میاد در شهر کابل چارتش به فیر و به وحشت و اینا. پس چی رقمی توقع دارین که امرای یک گروهی که از طرف پاکستان امایه میشه، از طرف روسا میشه، از طرف ایرانی ها در بعض مواقع خاص شده، در ممالک عربی بسیاری ارتباط فاندریزنگ و دیگه و اینا داشتن، در قطر دفتر ایدار کت از او بتنین کرده به یک فیصله بین.
این حال مسئله که مردم چی میخواه؟ مردم خود دو چیز میخواه. مردم میگن صلح بیار، یا ایست که اقا زور نشان بده که سر بلند کردن نتانه، یا اقا زوف نشان بده که هر چیزی را که اونا قبول. شما هر جامعه یک گپ رئیس جمهور امروز بسیار بجا بوده سر از اینکه من ببینید همه حالت شما در 17 سال یا 15 سال 17 سال نه تقریبا از جنگشان که زن مردم کشته شده، اولاد مردم کشته شده، قماندان کشته شده. مرم وقتی که طالبا آمدن به سه روز عید یک آدم در این ملک نشد در مقابلشان استاد، نه کسی تحقیرشان کرد، نه مانعش هم نیست که مردم میگن ما از امو مرگ بیادر و خوار و خرابی خانه خودم تیرستیم، مرم بیا برادر کتیم صلح کو. این برادری که باید بیای کتیت صلح کنه اختیار از اون به دست خودش نیست. وقتی که ما خود ما هم اجماع نداریم، اونا هم اختیار نداره، پس توقع صلح کردن یک چیز اضافی است فکر میکنم. فکر میکنین واقعا اجماع به شکلی که باید وجود داشته باشه اجماع ملی وجود داره در بحث صلح؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام جمال زاده صاحب، تاسو ته، محترم کوهستانی صاحب ته، محترم احمدی صاحب ته، او دی خورشید درنو لیدونکو ته درناوی او احترامونه. ډیره دی خوشحالی خبره ده چې افغانستان د پخوانه په متفاوت توګه پیاوړی شوی، او زمونږ دولتي مشران په دې وتوانېدل چې هغه تابو، هغه ناممکن شی چې په افغانستان کې دا څلوېښت کاله تصور یې کېده، هغه مات کړ، هغه حد او وتوانېد په دې باندې چې وسوال مخالفین دې ته حاضر کړي چې حد یې اقل که درې ورځې هم وي، نو هغه درې ورځې ورباندې دوی ومني. دا په نظامي او ټولنیز لحاظ باندې یو مثبت انکشاف ده، او د دې ګټې هم زیاتې دي. بیا که وخت و تاسو پوښتنه وکولی، زه درته توضیح کولی شم. نو بنان موږ ویلی شو چې په منطقوي لحاظ او په ملي لحاظ باندې په اصولو کې او په فکري لحاظ واقعا اجماع موجوده ده. یعنی موږ باید په اصولو خبرې وکړو، نه په فروعاتو. په ذهني لحاظ او په فکري لحاظ باندې د نړۍ هیوادونه، د موږ د منطقې هیوادونه او زموږ ملي سیاسي قوتونه ټول په دې موافق دي چې دلته باید سوله وي، دلته باید آتش بس وي، اور بند وي. دغه د اجماع هغه لومړني ګامونه دي چې ملي اجماع او منطقوي اجماع ورته ویلی سو. او حتی هغه څوک که دوی په خپل د زړه په مکنوناتو کې مخالف د ملي اجماع وي، جرأت د دې نه لري چې هغه خپل مخالفت اظهار کا. دا خپل د اجماع از نظر شما خطخی. اجماع ملی خواست مردم و خواست جریان های سیاسی که صلح میخوان، این میتونه به عنوان اجماع ملی باشه؟ اجماع ملی را خو یعنی تعریف شما از اجماع ملی چی است؟ اجماع ملی است که کدام مرجع حقوقی اجماع ملی را تعریف نکرده که در اسناد حقوقی ما مسجل باشه، ولی هر کدام ما به حیث یا جامعه شناسی یا تحصیل کرده و یا کسی که راجع به مسائل اجتماعی می اندیشه می تانیم برای از یک تعریف بتیم. خب حداقل شما با این اوضاع چی گونه تعریف میکنیم؟ اجماع ملی همی که در جامعه نیروهای دارای تفاوت سلیقه و حتی تفاوت برنامه فکر مشترک در یک مورد ارائه میکنه، همین اجماع ملی فکری هست. خب این دیگه باید... این فکر مشترک در حال حاضر میکر... شما در جریانهای سیاسی در داخل افغانستان میبینین که با برنامه های اشرف بله ما شما دیدیم، اما تو که خود شما تذکر دادیم و دوستان تذکر دادن که حداقل در روزای آتش بس و در اوربند هیچ یک عکس‌العمل منفی را هیچ نیروی سیاسی نشان نداد. یعنی به این ترتیب همچنان در اظهاراتشان همواره حمایت از صلح، حمایت از مذاکره و حمایت از مذاکرات بین الافغانی شنیده میشه و دیده میشه. این حال این اجماع فکری که به وجود آمده این باید عبور داده شود به عرصه عملی و پراتیک که در عمل هم چنین شود. درست است مشکلات وجود داره، ولی در قدم اول این مهم است که ذهنیت سازی شود. انما الاعمال بالنیات گفته. اگر ما
نیات سالم بسازیم، معنای گپی است که برای عمل کرد هم زمینه و پیش زمینه به وجود آمد. پس ذهنیت سازی و از لحاظ فکری با هم یک در یک صف قرار گرفتن، این شروع کار و اساس کار است و این کار صورت گرفته و این افتخار ارتباط میگیره با همین رهبری دولتی فعلی که اینا تانستن با سیاست های معقول خود، با تدبیر و با حوصله، با اینمی حد مردم و این وضعیت برسانه که در آینده ما شاهد انکشافات مثبت دیگه هم خواهد بودیم. تشکر. آقای کوهستانی، واقعا عدم واکنش جریان های سیاسی در سه روز عید که آتش بس اعلام شد، این میتونه به عنوان ازی باشه که نشان بده واقعا یک اجماع ملی در بحث صلح شکل گرفته؟ البته ما میخوایم با تفاوت دیدگاه ها نسبت به دیدگاه جناب جانبدار سید بگویم که امسویی و امفکری جمع وسیعی از مردم، نخبه ها، اعضا، فعالین جامعه مدنی در یک مورد خاص یا یک برنامه میتونه اجماع باشه. اما در بحث مذاکره و گفتگو و مخصوصا آتش بس هیچ گونه اجماع ما نداشته ایم، یعنی اجماع رسمی، یک اجماعی که بتونه مشروعیت ببخشه به یک روند وجود نداشته. شما تا نقد بیشتر مردم داشته این نسبت به چون یک شما ببینید که در ارتباط با بحث آتش بس طالبان و آتش بس دولت افغانستان، فقط دو هفته قبل دوبار هیئت شورای امنیت افغانستان به پاکستان رفت و قمر باجوا در اینجا آمد، ملا فضل الله در کنر به عنوان یکی از اربابای بسیار جدی ضد پاکستان کشته شد و بعد از او اعلام آتش بس صورت گرفت و بدل از او طالبان آتش بس کردند و او آتش بس برعکس دیدگاه دولت افغانستان که همیشه مدعی بودند که در افغانستان بیش از 20 تا گروه نظامی مجهز در افغانستان وجود داره و افغانستان به چالش میکشند، متناب با طالبان روبرو نیستیم، نشان داد که دیگه 20 تا گروه هم نیست، طالبان هستند، داعش است در شرق افغانستان و در بعضی مناطق و فقط دو تا گروه در افغانستان می جنگند. برعکس دیدگاه استراتژیک که دولت افغانستان به طور دوامدار در بحث‌های رسمی و غیر رسمی مطرح می‌کردند. دوم که اجماع منطقوی قطعاً وجود نداره. همون گونه که پیشتر جناب اشمت جان به او اشاره داشتن که ببینید بحث منافع ایران، بحث منافع روسا، بحث منافع چین، طالبان به دسته‌های مختلف در کل تقسیم هستند. جنگ منافع دولت‌ها و جنگ مواد مخدری که بیشتر در حوزه جنوب غربی افغانستان و هلمند از او سود برده می شود، گاهی مورد بحث سازمان‌های جهانی هم قرار می‌گیره، وجود داره. من فکر می‌کنم هنوز اجماع ملی، البته این گفته‌های رسمی دولت‌ها و شمول روسیه، این وجود نداره که ما صلح در افغانستان نمی‌خوایم. پاکستان میگه که ثبات افغانستان به نفع ماست، ولی کل ما کسایی که دمی می‌چشیم می‌دونیم که ثبات افغانستان، تامین ثبات در افغانستان به نفع پاکستان نبوده. همیشه پاکستان ثبات و منافعش در 40 سال پس این در بی‌ثباتی و جنگ افغانستان جستجو کرده. بنان این حرفای رسمی است که میگن اگر اجماع وجود می داشت که ما افغانستان اینقدر آسیب کلان نمیدیدیم و این قربانی ها را تا امروز نمیدادیم. اما مشخصا سوال اینجاست که چرا رئیس جمهور می چنین موضوعات را مطرح میکند در حالی که اخیرا شما زمانی که سال گذشته بود فکر کنم وقت حنیف اتمر به انستیتوت دموکراسی در ایالات متحده آمریکا سخنرانی داشت، عملا پذیرفت که اجماع منطقه‌ای شکسته شده با پشتیبانی روسیه از طالبان و پشتیبانی ایران از طالبان. حال رئیس جمهور با چه خوشبینی چنین موضوعات را مطرح ببینید؟ بارا آمریکایی‌ها گفتند که روس‌ها حمایت می‌کنند، حتی سلاح و تجهیزات می‌دهند. دستگاه دولتی افغانستان گفتند که تجهیزاتی که دایلمند و در جنگ فرا ادعا شد در سقوط فرا تجهیزات ایرانی دیده شده و اینا حمایت میکنن و از این قبیل حرفایی است. بنابراین این نشان دهنده است که ما اجماع نداریم. وقتی ما میگوییم که مراکز دشمن در بیرون مرزهای ما است و جنگ مداخله خارجی است، جنگ تحمیلی به افغانستان است، یعنی که اجماع نیست. اگر اجماع باشه این جنگ به ما تحمیلی نیست. بنابراین ما به یک شورش داخلی گرفتار هستیم، این وظیفه ماست که را خاموش بسازیم. ما به یک جنگ اعلام ناشده و یک جنگ استخباراتی، جنگ منافع قدرت‌ها در این جغرافیا روبرو هستیم و در اینجا اجماع رسمی وجود داره که در مطبوعات روسا میگن ما ماده هستیم همکاری بکنیم، ولی ما با طالبان رابطه نزدیک نداریم. ایرانیا بارا میگن که ما از نظر اطلاعاتی رابطه داریم ولی کمک برای طالبان نمیکنیم، میخواهیم نظارت بکنیم وضعیت. چین این موضوع را داره، ایندیا این موضوع را داره و مسائل دیگری. من فکر میکنم که شاید ضعیفترین دیدگاه حکومت افغانستان تا اکنون داشته که از نظر روابط با پاکستان ایجاد کرده و برخورداری که اخیرا داشته نسبت به فضل الله و بحث سیمکشی در مرز دیورند، سکوت در برابر دادخواهی برادران پشتون
که در خیبر پختونخوا و مناطق دیگری صدا کردن، ما کاملا سکوت بوده ایم. یعنی یک رابطه بسیار زیرزمینی وجود داره و ما به اساس دیدگاه پاکستان میخواهیم بگوییم که اجماع ملی وجود داره. ما به هیچ وجه میگم که نه اجماع ملی داریم، نه اجماع منطقه‌ای، که به هیچ وجه نیست. ما با درگیر مسائل منطقه‌ای هستیم و در اجماع سطح بین المللی هم که اجماع در مورد افغانستان اگر وجود می‌داشت، چه در بخش کاهش مواد مخدر، چه در بخش توسعه دموکراسی، ما در اینجا نمی بودیم. شما قبول کنین که ما نسبت به سال 2004 و 2005 انتخاباتش به عقب رفته ایم در سال 2018. یعنی به این معنا که افغانستان از نظر توسعه دموکراسی یا از نظر رشد سیاسی ما در یک جایگاه بهتر نرسیدیم. سیز که تحصیل کرده ها زیاد هستند، دانشگاه ها زیاد هستند، عذاب زیاد است، فعالین مدنی و شبکه ها زیاد است، ولی ما جایگاه لازم را به دست نآوردیم. استبداد عملا در نظام وجود داره. شما میبینین دروازه وزیر مورولاک میکنن برای یک وزیری که اصلا در موردش قبلا تحقیقات صورت نمیگیره و سرانولی معرفی نمیشه، از میدان هوایی برگشت داده میشه، افراد امنیتی رئیس جمهور میرن دفتر یک رئیس وزیر. شما در تاریخ افغانستان چون این اقداماتی را در سطح در سطوح مختلف حتی در بین رئیسای عادی سکتوران ایدین که دروازه کسی را قفل بزنن، این نشان دهنده یک سطحی از بی‌اعتمادی و جنجال و کشمکش درون نظام و عدم اجماع درونی است و پناه بردن به اکسل سیاست‌های منطقه‌ای و قومی که میتونه به افغانستان آینده بسیار خطرساز باشه. آقای احمدزی، واقعا فکر میکنین که اگر اجماع منطقه‌ای وجود می‌داشت، طالبا تمدید آتش بس هم میپذیرفتن؟ چون او خوشبینی ها و او اوج علاقمندیه که در سه روز عید ایجاد شد، هیچ کس باورش نمیشد که اگر این بار آتش بس شد و طالبا رد بکنن. یعنی واقعا نبود یک اجماع منطقه‌ای را در این اثرگذار میدونین که کشورهایی که حامی گروه های طالباست طالبا را گفته باشن که دیگر تمدید نکنن؟ ببینین، سوال تن به یک رقم دیگه هم جواب داده میشه. برای ازیست که اگر ما در داخل افغانستان یک اجماع ملی به مصطب که سیاسیش یا اجماع سیاسی میداشتیم، چون اجماع مردمی داریم، همو باعث از اون میشد که ما قانع کنیم دیگران. چرا؟ یک گروپ ما که ایرانی ها بسا خوب روابط داشته در 20 سال، یک گروپ ما که پاکستانی ها بسا خوب روابط داشته، یک دو گروپ ما که هندوستان و اینا خوب روابط داشته. اگر اجماع ما سر عظیمی بود که خب همی به نفع ماست، دل شما آسیای میانه را همه جنرال سب دوستان پس فرین ازبکستان یا دیگران روان کنین، فکر نمی کنین براتون ظرف 15 روز جمعش کنن با مو روابط 30 ساله خود، یا معتاد یا دیگرهایی را که از چپیای سابق بودن که همون طرف ها کافی ارتباطات دارن. در مسئله ایران اگر جنجال معقق و خلیلی را جمع میکردین و اینا، حداقل همی دوتا را هم یک دست میکردین که بین خود هم نیستن، نی مشکل مناسبات که در ایرانی ها از سفارت که در زودتر نمیتونستین حل کنین، که در هندوستان اگر از امرالله خان سالی گرفته تا بچه‌ای که ما از او که در سنن بیشتر داشتیم که نام نمیگیرم به ارتباطات یا اینا، نه من ارتباطات رسمی نمیگم، من از چیز دیگه هم نمیگم، از دوران دید اینا جمع کردن نمیتونستیم که به این سرش یک اجماع رد بگیره. همه طور اگر میرفتیم طرف روسیه و همون رقمه که به لابی امریکاست یا اروپاست و اینا، ما خالی کلش سرچپه روان میکنیم، کسایی رو میکنیم اینا. یگانه نفری را که در این وقتا ما در سفارت ها بیرون داریم که حداقل سرش یک دو نفر داریم، یکی آقای سیقل هست فکر میکنم که حداقل بدون از این که جنجالی فکر کنم، چرا بابا من نمیبونم که چی وقت باشه که پشت از امورم خط بگیرم، یکم یک سفیر به امارات داریم فرید زکیا که نیست این مسائل دیگه. خود هر جای دیگه ما یا سفیر به مسئولیت داریم یا سفرهای داریم که هر کدامش ایواز از این که نمایندگی از حکومت کنن، نمایندگی از خود میکنه یا منافع اقتصادی داره، حالا یه نماینده خاصه چه یه توفه دیگه را که آسیای میانه روان کرده، ای یا قاچاق دواره میکنه یا قاچاق شراب میکنه یا قاچاق مردم ها میکنه. اینه کجا از مرا گپ بکنش نیکنه که سفیر مرد از پاکستان بسان کن. خیلی به چی رقم میشه؟ از پاسپورت فروختن گرفته که از سفارت های ما هست تا ایرانیا، همه خانه اماراتی ها آباد که صدایش نمیکشن، حداقل یک 10-15 هزار ایرانی خب با پاسپورت افغانی میگردن، سوریایی، عراقی دیگه اینا، هی از کجا میبره؟ هر کدامش 10 هزار دلار 15 هزار دلار، این هم سابقه استخبارات تابال خوب ارتباط داره، از کل چیز خبر داره.
ایزوف وقتی که نباشه، ایزوف کلش که ببینین از تصادم است. تصادم کی ایجاد میکنه؟ تصادم از نگاه منطقی که ببینین دو بخ، دو سه بخ شده حکومت. یکی باید بیاد عین زمان جنگ سر اقتصاد فکر کنه که چی رقم دورنما را بسازه. دورنما ساختن خودش یک مسئله جانشینی کار داره. شما باید یک تیم دولتی را پس به یک امروز معینه که به دکتر سیف عبدالله تعلق داشته باشه که رئیس جمهور نمیشنوه، معینه که از وزیری که از رئیس جمهور ما قرار شده باشه، حتی با مصد کلان. وقتی که یک اجماع سر کار روزمره مردم وجود نداشته باشه، چی رقمی سر مسئله کلان ده. دوم، درست است مردم صلح میخواهند، مردم صلح را به ترتیب میخواهند. هر چیز یک چیز درست است که در سه روز نشان داد که من اینا را اگه به این سر شرایطش که سبا چی میدن در مقابل از این صلح، در او خب از فرد افغانستان یک گپ گفتن داره و هر بخش سیاسیش یک گپ گفتن داره. اگر این تو فکر کنه که آمدن صلح یا طالب داخل افغانستان به مرگ از او چی میشه، یا به ضرر سیاسی از او میشه، یا ایست که زندگی رو بر از او مشکل میسازه، فکر نکنم که باز او را قبولش کنه. و استفاده رقمی که پیشتر هم سر حالا ما چی رقمی ببینین تنظیمای ما را اینا نبودن، اردویشان فکر کنم داخل چی مهرم ما خب پاکستان اینا هم. همین تنظیمای ما میگفتن که قومیت گناست. امروز دو تا تنظیم عمده ما سر قومیت جنگ دارن، نی؟ کسایی که دعوای جمعیت دارن و آقای حکمتیار که آمده اگه از اینا را تیپایش نبیکش دوران آدشن در اونجا خوب بر از اینا تا سرد مولا نداشت. قومیت خود چی میکنه؟ امروز جنگ انداختن از اینا چی دلیل داره؟ اگه مسئله یک امکانات گرفتن نیست و مسئله یک دست انداختن از داخل نیست، خیلی چی مشکل داره؟ این ملک قطنگ است که دو تای از اینا را برداشت کرده نمیتونه. تشکر آقای جانبدار. یعنی واقعا شما فکر میکنین که به یک نحو هم در صحبت های رئیس جمهور استبداد وجود داره، هم در عملکردش وجود داره، و به یک نحو در صحبت هایی که در مورد صلح بیان میکنه یک تضاد خیلی واضح دیده میشه؟ از یک طرف میگه که ما با مردم مشوره میکنیم، از طرف دیگه میگه مشوره یک مورد است، تصمیم گیری مورد دیگه، یعنی مشوره مهم نیست، من خودم تصمیم میگیرم. در قسمت دیگه صحبت هاش میگه که صلاحیت ها و مسئولیت های رئیس جمهور در قانون اساسی مشخص و واضح است، این که چه کسی از مردم نمایندگی کند این هم معلوم است، این که اعلام جنگ و صلح از کدام مرجع صورت گیرد واضح و روشن است. یعنی بگنه واضح میگه که من خودم باید جنگ اعلان بکنم، خودم صلح اعلان بکنم و مشوره مردم هم نیاز دیده نمیشه. خب این سوال یک مقدار خودش در درون خود پارادوکسیکال یا متضاد است، در حالی که یک چیز واضح هست که رئیس جمهور از لحاظ حقوقی مطابق قانون اساسی صلاحیت داره که در مشوره با پارلمان حالت اضطرار، حالت جنگ، حالت صلح را اعلان بکنه، صلاحیت های رئیس جمهور است. این یک بحث تکنیکی و حقوقی است، بسیار متمرکز نمیشیم بین که ما سریعی فکر کنیم که مردم ما. اما حداقل یک مورد را شما بگوین که اعلام جنگ یا اعلام صلح در مشوره با پارلمان صورت گرفته باشه. خب من یک چیز دیگه، هرگاه شما بتانین یک عمل با حسن نیت که نتیجه مثبت برای زو مرتب میشه و مشروعیت اخلاقی و حقوقی و شرعی داشته باشه، در اون مورد شما مانعی ندارین که او عمل انجام ندین. عملی با اعلان آتش بس، حکومت افغانستان، خود دولت افغانستان و به صورت کل مردم ما بسیار چیزا را به دست آورد. مثلا مشروعیت نیروهای مسلح مخالف از زیر سوال برد. اگر او آتش بس عمل نیک و مطابق شریعت بود، باید اینا تداوم می بخشتن، و اگر نبود چرا برای سه روز هم حد اخری را پذیرفتن؟ خب باید نمی پذیرفتن. بنابراین سوال آلی به نیروهای مسلح مخالف راجع است، نه به حکومت. اونا زیر سوال است. اما تو که محترم رئیس جمهور گفتند که عربستان سعودی، علمای اندونزی و پاکستان و افغانستان و سایر شخصیت های متبهر اسلامی، اونا همهشان با یک صدا از موقف و موضع‌گیری دولت افغانستان حمایت اعلان کردند. یعنی صلح را مرجح دانستند تا با جنگ و جدل.
به این ترتیب این یک دستاور بسیار بزرگ است که از لحاظ معنوی و از لحاظ دیپلماتیک افغانستان در موقف بهتری قرار گرفت. و اما فکر نمیکنین که واکنش اصلی از جانب طالبان مهم است برای حکومت افغانستان که باید نشان بده؟ ما جامعه جهانی را چی کنیم حمایتش که در میدانهای نبرد ما اخیراً گزارش از میدان وردک داشتیم که در جریان آتش بس چندین پاسگار طالبان آمدن فتح کردن، سربازای نیروهای امنیتی را اسیر گرفت. اوتو نیست، اجازه بدین من یک عرض دیگه کنم. مهم نه جامعه جهانی که به نوبه خود هستن، لیکن اصل چی است؟ اصل مردم است. در تمام پدیده ها عنصر تعیین کننده عنصر داخلی است. مهم این است که مردم ما بالای ما اعتماد بکنه، بالای حکومت خود اعتماد بکنه و اینمی اعتماد مردم و این توجه مردم و ذهنیت مردم به یک امر مشروع به صورت بهتر جلب شد. یعنی همونطور که رئیس جمهور گفت که نیروهای مسلح مخالف نه تنها زیر فشار قوای دلیر افغانستان قرار دارند از لحاظ نظامی، بلکه از لحاظ معنوی و اخلاقی زیر فشار مردم قرار گرفتند. با اینمی ابتکار که دولت انجام داد و آتش بس در شروع اعلام کرد، بعدا تمدید کرد، با همه این نواقصی که موجود هست سوال اصلی را به نیروهای مسلح مخالف و حامیان شورای ساخته. بنان حکومت به نوبه خود و به زعم خود چیزی که لازم بود، چیزی که خواست مردم بود، چیزی که شریعت قرای محمدی حکم میکرد او را انجام داد. اما پس از سه روز عید شما عملا رسانه های اجتماعی را ببینین، یعنی تمدید آتش بس خاص مردم نبوده، خیلی انتقادهای شدید به آدرس حکومت وارد میشه. آتش بس معنای ازیره جمال‌زاده صاحب یک غلط فهمی اینجا وجود داره. آتش بس معنای ازیره نداره که دشمن شما را مورد حمله قرار میده و شما دفاع نکنید. خب آتش بس معنایش است از لحاظ نظامی تعریف خود داره که زمانی که شما مورد حمله دشمن قرار میگیرین حق دفاع مشروع دارین و قوای دلیر افغانستان در هر جایی که مورد تجاوز نیروهای مسلح مخالف قرار گرفته دفاع خوب کردن و عموم نقاطی را که شما اشاره کردین او را در مدت کوتاه دوباره هم در زیر تصرف خود آورده و دشمن هم ضربات سنگینی را متحمل شده و همچنان ملامتی مردمی را هم دشمن کسب کرده. بنان این جریاناتی که در روزهای اخیر واقع شد موفقیت بوده به حکومت و به ملت افغانستان، نه ای که یک ریسک یا سوال برانگیز باشه. برعکس افغانستان داره دست بالا کمایی میکنه و در منطقه پرستیجش بلند میره و اجماع ملی و منطقوی همونطور که گفته شد که از لحاظ رسمی وجود داره، دوستا در میز زیر تایید کردن، واقعا درست میگن، از لحاظ رسمی اجماع وجود داره و این قوت دیپلماسی شما را نشان میده و مشروعیت موضع‌گیری شما را نشان میده و حق به جانب بودن شما را نشان میده. یک موافقت گفتن که اجماع منطقه‌ای هیچ گفتن که از لحاظ رسمی یعنی در اصول وجود داره، این که در عمل جنگ استخباراتی به گونه‌های مختلف پیش برده میشه باز هم سوال با ما راجع است که هرچی بیشتر ما فشرده متحد هماهنگ برای تامین صلح کار کنیم. حال رای حلش چی است؟ رئیس جمهور واضح گفت که حکومت افغانستان به خواست مردم پاسخ داده، حال طالبا با مردم و علما روبرو است. یعنی میتونه توجیه باشه و میتونه یک رای حل باشه برای معضل افغانستان؟ البته ما یک چیزی را باید بگیم که طالبا با مردم روبرو نیستن. طالبا به نام امارت اسلامی می جنگن و اونا به خاطر گرفتن قدرت سیاسی علی حکومت افغانستان می جنگن. حالا حکومت افغانستان چقدر مشروعیت و نمایندگی از مردم میکنه این بحث جداست، چون بحث قدرت است. کسی که به قدرت حفظ میکنه برای دفاع از قدرت است و کسی که برای کسب قدرت می جنگه او طالبا هستن که به شکل مسلحانه در برابر نظام می جنگن. بنان خود طالبا اگر اینجا تعریف کنیم بخشی از مردم هستن. در حال حاضر که اگر بسیار صادقانه بگیم جناب جانبدار صاحب میدونن در ولایت وردک 80% جغرافیای وردک، البته 80% نه 70%، اگر ما ولسوالی بیسودی اول دوم بکشیم، یعنی جز سرک عمومی که ما میرویم سرک قیر و ولسوالیایی که به شکل پوستگونه زندگی میکنن حضور دارن و مرکز میدان وردک گویی هم تهدید میشه، ما 70% ولایت میدان وردک به دست دشمن داریم. اگر شما بین فکر کنین 60% جغرافیای افغانستان به کنترل دشمن است، خیلی صادقانه گپ بزنیم و اینا جزء از مردم هستن، کسایی که اکثریت مردم هم به کنترلشان گرفتن. حالا بس مردم اگه باشه، ولی طالبان در مقابل دولت و جامعه جهانی می جنگن. این بسیار مهم است
و چیز دیگر که ما با جناب جانبدار صاحب بازم مخالف هستم بحث تعیین کننده بودن عناصر داخلی است. متاسفانه جنگ افغانستان با اشغال و با مداخله خارجی آغاز یافته، چه اشغال پاکستان بوده، چه اشغال روسا بوده، چه حضور سایر شبکه‌های جاسوسی کشورهای همسایه و منطقه بوده در جامعه جهانی، افغانستان با یک جنگ خارجی روبرو بوده، با یک مداخله خارجی بوده. ما در تعیین سرنوشت انتخابات ما خود مصلحت نداشته ایم، یعنی خارجی آمدن به ما تعیین تکلیف کردن. به این خاطر عناصر داخلی جامعه، نیروهای داخلی جامعه که واقعا جزء اساسی لاینفک جامعه هستند از نظر جامعه شناسی، تمام تحولات اجتماعی و اقتصادی در یک جامعه مربوط به اونا است، ولی محروم هستند. شما سطح نارضایتی مردم افغانستان در حرکت‌های متفاوت دیدین، در سطوح مختلف دیدین، ولی آب از آب تکان نخورده در حکومت افغانستان. آمدن برای مردم در جریان مظاهرات رگبار کردن، هیچ کس از این پرسان نکرده. جنبش روشنایی را انتحاری کردن، هیچ کس از این پرسان نکرده. حتی جسارت فعالیت مدنی را از مردم ما در شهر کابل گرفتن، هیچ کس آماده نیست، جسارت نداره که یک اجتماع مدنی را در شهر کابل بیاره انجام بده. کسی تامین امنیتش نمیکنه، با حکومت کسی باور نداره. شما میبینین که خوبترین رشیدترین قمندانتان در پارک فردوسی به شهادت میرسه، ده ها تا عملیات تروریستی دیگه صورت گرفته. اینجا بیشتر جنگ ابعاد خارجی داره، نیروهای ملی و داخلی تعیین کننده نیستن. اگر واقعا تعیین کننده می بودن و دست سازمانهای مختلف نمی بودن، نفوذشون نمی بود، مردم افغانستان که دیوانه نیستن بین هم بجنگن. این جنگ جنگی است که تحمیل میشه به سر مردم افغانستان توسط سازمانها و نهادهای مختلف. به این لحاظ ما نتونستیم به صلح برسیم. حالی هم بحث صلح میشه، طالبان میگن ما با ایالات متحده میبینیم، یعنی ما میخوایم با وقتی اونا بحث میکنن ما با امریکا صحبت میکنیم، یعنی حکومت کابل به رسمیت نمیشناسن، مشروعیت برش نمیتن، میگن یک حکومت دست نشانده است و این متکی به امریکاست و این امریکایی‌ها حفظ میکنن. حال که امریکا آماده است چرا طالبان نمیان که صحبت؟ خب ببینیم که احتمالاً بیان، خوشبینی ها وجود داره این کار صورت بگیره. مشکل افغانستان است که اینجا بحث بسیار منافعی کشورهای مختلف هست، حضور دارن، نقش دارن و دستبندی نخبه های سیاسی افغانستان به گروه های قومی، به گروه های وابستگی به کشورهای مختلف و سازمان های مختلف منطقه‌ای مشکل ساز شده که مردم افغانستان بتانن یک اجماع را در میان خودشون به وجود بیارن و بر صلح بیندیشن. رای حل منطقی چیست که ما بدون از اینکه استبداد ادامه بدیم به خواسته مردم عمل بکنیم. وقتی رئیس جمهور افغانستان میگه من مطابق احکام قانون اساسی افغانستان تمام صلاحیت را دارم، همه مردم افغانستان میدانند که رئیس جمهور افغانستان مطابق به توافق سیاسی رئیس جمهور است، نه مطابق به قانون اساسی افغانستان. وقتی مطابق به قانون اساسی افغانستان از ما تنها رئیس جمهور میداشتیم، کمیسیون انتخابات او را اعلان میکرد و او میتونست مشروعیت بگیره. رئیس جمهوری که در اسنادهای مختلف میگه که در دور اول باخته است، در دور دوم تقلب شده و مردم افغانستان رضایت نداره، جامعه جهانی هزار مورد تقلب در افغانستان دادرسای مردم وجود داره. ما چطور میتونیم از مشروعیت حرف بزنیم؟ امیر رئیس جمهور که مشروع نیست، قانونی نیست و نمیتونه تطبیق قانون بکنه. صد بار یک نظام کودتایی بر یک مردمی که بیاین برای تطبیق قانون و رفاه اجتماعی رو بیاره بهتر است از چنین یک نظام. شما رفاه اجتماعی ندارین، سطح مهاجرتتان، اعتیادتان، فرار مردم، مشکلات، ترور، بدامنی، تلفات روزافزون نیروهای امنیتی، درگیری و ده ها کار سیای دیگه که در افغانستان صورت میگیره. بنان وقتی مشروعیت نظام وجود داره که مردم راضی باشه، سطح رضایت مردم کمتر از 40% داخل کابل خواهد بود و در مجموع افغانستان خواهد باشه. شما ببینین شهری که پر از اسارات، تمامش دیوار کشیدن. وقتی شما میبینین تمام جای کابل دیوار از یک منطقه بزرگ دیوار کشیدن در شهر، چطور میتونه اینجا مشروعیت باشه، قانونیت باشه، مردم راضی باشن از نظام، مردم واقعا خودشان با نظام ببینن؟ یک مشکل بسیار کلان از درون افغانستان. ما زمان میتونیم به مجموعی از اینا بیم که همدیگر ما تحمل بکنیم، به عنوان شهروند، به عنوان برادرای برادر و برابر در کنار هم قرار بگیریم، بحث‌های تعصبات قومی، زبانی، جغرافیایی، ایدئولوژیک که گذشته کاملا کنار بگذاریم، هر کس مطابق به استعدادش، مطابق به توانمندیش، مطابق به ظرفیتش درون ساختار افغانستان برش زمینه وظیفه را بدیم، نه به اساسی که ما پاسخگوی شما می پارلمان است که دارین همین در درون از چی چیزایی است که صورت نمیگیره و هیچ کسی در حکومت افغانستان به پارلمان پاسخگوی نیست. ما کلگی پاسخگوی سفارت امریکا و انگلیس و دیگه کشورها هستیم. بنان هر امر رو نهی میکنن، اونا برای ما میکنن. ما فکر میکنم تا زمانی که ما از این موقف کاذبانه بیرون نبیم، خودمان را واقعا خودشناسی نکنیم، به مردم ما روی نبیاریم، اختلافات قومی، زبانی، فرهنگی، جغرافیایی، ایدئولوژیک ما را کنار نگذاریم و به خاطر خدا و این سرزمین کار نکنیم، به هیچ وجه ما موفق نمیشیم. به هیچ روزی هم. اما گونه که
18 سال 15 16 سال میشه میلیاردها دلار آمریکایی که ازینه شده رفته ما زندگی ما تغییر نامده انو سرکای ما را کنده میرن شما ازدحام ترافیکی شهر کابل را میبینید ما به چه کدام چیزی در شهر افتخار میکنیم کانالیزاسیون نداریم ما برای نیمی از مردم ما کار نداریم برای مردم ما کار داده نمیتونیم یعنی ما دسترخان مردم خالی کردیم نیمی مردم در ایران و پاکستان دوباره مهاجرت دارن به کشورهای مختلف رفتن افغانها بدترین حالت میوکنون میکشن بنابراین ما به خاطری که ادیقل صادق باشیم به مردم میتونیم رضایت مردم را بدست بیاریم با در نظر داشت اوضاع فعلی و ساختار کنونی نظام افغانستان فکر میکنین که فرهنگ همپذیری را بتانن نهادینه بسازن و با امو صدای مردم خواست مردمان چی که آقای کوهستانی در موردش توضیح داد حکومت لبیک بگویه و به یک طرح کلی و جامع در بحث صلح دست پیدا بکنه کار مشکلی نیست فکر میکنم زیادتر جنجالاش پیشترم گرفتم و مشکلاتی که بین اشخاص وجود داره از 10-15 نفر تجاوز نمیکنه 3-4 تاش بیازو برآمده است چند تای دیگه شم فکر میکنم در میزودیا کدام پاسپورت ماسپورت پیدا خواهد کنن چیز اینا زمینه چرا دنیا هم دیگه آیستا آیستا بتنگ شده میره و دوم مسئله که اکت است یا در بدبختانه در بسیاری قسمت ها یک مزاق سر کوهستانی هم میکنم این دفعه یا هم لکچر چی دادشه کمپینی دادم دفعه وطنیش هم ساخت یک کامپلکس پیش از اون نداشت از یه اقدار این دفعه اقده ای گپ میزد خب که واضح بگم من گپ خود ترت میگم به هر جای میگم مسئله دیگه ایست که دنیا هم این دفعه فشار میاره یک مزاق بسیار تندم سر اردو گروه پیچید زیادتر ما به نام تنظیمی و جهاد و دگرها و اینا نه خدا را قبول داشتیم و نه اسلام را زدیم این ملک تبا تبا آل چپی های ما آمده پس قرآن میکنه و کلمه میگه و تسبیح میکردنه و عکت چی میکنن ایش هم رزالت میکرد اوش هم رزالت میکرد اگر راستی به مردم افغانستان اینا وفادار باشن که نیستن یک قسمت عمده ایش نیست بدبختانه برآمدن یک قشر خاص در آخرا و مخصوصا گروپ های دولتی پیسه از اینا فامیل های از اینا اینا در زمان قدرت از اینا ایچ نو وجه شرعی نداره ببینید کسایی که پیشتر مهاجر شده بودن مشکل داشتن دیگه داشتن من گپ از اونا رو میسنم مرم کسی که با قدرت روز است مرم حتی طفل خرد فامیل خودم نمیمانه که در این ملک و کلش در فکر کشیدن است از این مانا داره که ای برای از این ملک و برای آیندهش خودش مطمئن نیست کسی که آینده افغانستان در دست از او باشه و او خود از او مطمئن نباشه بسیار مشکل است که قضاوتی یک گروپ عمده دولتی آمده اینجا شرکت اینا میسازن تاجر اینا خلق میکنن در قرارداد کتی یکی این خود اینا دارن برادر اگر بسیار تجارت اینا میشد تجارت کار نیک است منم خوب برو تجارت کو پیسه پیدا کو نه ای که در مقرری و در فساد و در اینا در کجای دنیا است که شما به این مامور دولت شوین باز میلیونر شوین در کجای دنیا است که وکیل شورای تن از گان از قند نان خوردن خود نداشت بسیاریش که آمد وکیل شد امروز هر کدامش پشتش ده دادن موتر رو اینا میگرده یک کسی پرسان هم نمیکنه که برادر امیره از کجا کردی وزیره که نه از پدر نه از دیگه نیت رو بار اینا داشت امروز صاحب میلیون دلار رو اینا میشه من یک منبع نیست ده یا یازده 17 سال 11 مرکز زده فساد جور شد منم فسادش از زیادتر کرد نه ای که کم در کنه از قضایش گرفته داشتی یک ملکی که بالاخره اینا اگه ایتون فکر کردن که این چیزها دوام هم میکنن نمیکنن من براتون دو دلیلش میگم یکی ایست که در 16 سال پیشتر اگه میدیدین هر قریه ما چی میکنین در میدان دفترهای دولت کابل هم که مراجعه میکنین یک معرف شده بود که عریضه براتون نشته کنن چرا اندازه بی سوادی و نمق امروز شما هم دورترین قریه افغانستان هم برین نه معرری درک داره و نه از اون مورای در چی در هر خانه شام یک دو سه تا تعلیم یافته هست مثال براتون از کشورهای بسیار پایان شما اتحادیه رکشوالای ننگرهار رو ببینید
12000 نفر یک اتحادیه داره، 4000 دختر و بچه از اینا از پانتون برآمده. سبا کتی یک کشر روبرو هستین که هم درک داره، هم تعلیم داره، هم قادره و او یک انقلاب دیگه خلق کرده میتونه. به این بازی دادنهایی که جریان داره و به این نفاق انداختنهایی که اگر میگن از نگاه قومی جنگ انداختین، نه، آل قریه و قریه جنگش انداختین. همین مسئله پارلمان امروز همین آقای ستانکزی کشته شد. حالا یک چیز دیگه هم شروع کردن که پیش از اینکه یک وکیل شوه او را به مرگش باید از صحنه گم کنن. تشکر. آقای جانبدار، به عنوان پرسش اخیر از شما میخوام پرسان بکنم که واقعا رهبرای حکومت وحدت ملی برنامه هایی که خودشان به خاطر تامین ثبات در افغانستان دارن، خودشان نسبت به این برنامه ها اطمینان لازمه دارن؟ خب ما نباید در مقام خداوند خود قرار بدیم. شرع محمدی حکم میکنه که قضاوت بر ظواهر است، در محاکم هم چنین است و در آخرت هم حداقل بر اساس عرض میکنم، شما نتیجه عمل یک فرد مورد قضاوت باید قرار بدین. خداوند متعال همونطور است که قضاوتش با اساس عمل ما هست و اگر ما نیت سالم نداشته باشیم طبیعی که عمل درست هم از ما سر زده نمیتونه. بنان معیار عمل است و مسئولیت هم فردی است. اگر جریانات اینجا به وجود آمده در گذشته چیزی واقع شده، مسئولیت فردی است، هر کس از عمل خود جوابگو است. یک دو نقطه را برای من اجازه بده که واضح شود، با وجود اینکه کوهستانی صاحب دوست شخصی ما هست، با یک وضاحت لازم است، چون ممکن اونا هم موافق باشه با این گپ که جنگ نیروهای مسلح مخالف تنها با حکومت نیست، با این معنا نیست که اونا با نیروهای خارجی می جنگن و با این معنا نیست که حکومت به رسمیت نمیشناسه. بله در لفظ و در علانیت، مگم در عمل ده دیفکتو امی اوربند را آتش بسی را که اینا اعلان کردن معنای چی را میرسانه؟ شما که با یک کسی آتش بس میکنین، طرف مقابل خود او را میدانین، او را در عمل به رسمیت شناختی. بنان در دیفکتو یا در عمل و در واقعیت همین طالب معترف است به موجودیت حکومت. بنان باید به مذاکرات بین الافغانی بیاید. یک دوم، جنگ با مردم است توسط ازوا. چرا؟ در تکیه‌خانه انفجار میشه. در تکیه‌خانه کی است؟ حکومت است یا مردم عوام؟ در شهر و در جاده انفجار میتن، واسکت خود منفجر میکنه، کی میمیره اونجا؟ مردم یا حکومت؟ در اونجا خارجی است؟ آمریکایی است؟ نه، پل و پلچک را که تخریب میکنه یا پایه برق را که تخریب میکنه، ضررش به مردم میرسه به آمریکایی. بنان این جنگ و این سبوتاژ که 40 سال ادامه داره علیه منافع اولیای مملکت ما، علیه افغانستان عزیز هست. و یک مسئله دیگه هم که وضاحت شوه که تمام فلاسفه مشهور جهان به این معتقد و معترف است و کوهستانی صاحب میفهمه که در هر پدیده عنصر داخلی تعیین کننده است. ما نگفتیم که عامل جنگ قوتهای استخباراتی بیرونی و مداخله و سبوتاژ خصوصا پاکستان نیست، بلکه من میگم که نقش افغانا و نقش ما و شما تعیین کننده است. ما باید بین خود هماهنگ باشیم، هم صدا باشیم و یکی دیگر بپذیریم. تشکر و کوتاه میخوام شما یک مورد کوتاهی که من بحث جنوب دور صرف تایید میکنم، ولی از وظایف اساسی دولت افغانستان تامین امنیت مردم است. از اساسی ترین وظایف یک دولت خدمات اجتماعی و تامین امنیت مردم است. وقتی عاجز از تامین امنیت مردم است، دیگه چیز به نام دولت وجود نداره، اعتماد و فاصله از اعتماد از بین میره، فاصله به وجود میاد و مشروعیت زیر سوال میره. سپاسگزار هستم مهمانان گرامی از حضورتان و بیننده های گرامی از شما هم تشکر که تا این دم بیننده برنامه بازنگاه بودین. تا بازنگاه دیگر، الله نگهدار.